دوستان عزیز، از من پرسیده شد که آیا دو نفر که ازدواج کردن میتونن با دوستاشون وقتهای شخصی داشته باشن، برن بیرون مسافرتهای چند روزه و بعد برگردن دوباره سر زندگیشون؟ پرسش خیلی پیچیده‌ایه با وجودی که به نظر ساده میاد. اولا که قرار ما دایره دوستان داشته باشیم، به صرف اینکه ازدواج کردیم به این معنی نیست که تمام دوستی هامون باید قطع بشن. نه، هر کدوم مرد و زن باید دایره دوستان خودشون رو داشته باشن. البته دوستانی که مورد تایید همسر هست، به خاطر اینکه قرار نیست ما با دوستیمون آسیب بزنیم و حال همسرمون رو بد بکنیم، ولی باید یک سری دوستانی رو که مورد تایید عزیزمون هستن داشته باشیم. مهمترین نکته اینجا دو تا بحث هست. یکی اینکه اولویت ما بعد از رابطه ما با خدا، رابطه ما در ازدواج هست. پس نسبت وقتی که ما با همسرمون میگذاریم باید خیلی بیشتر از وقتی که با دوستامون میگذاریم باشه. شاید مثلا اگه بخوام یه عدد بدم، بین هر 5 تا 7 مسافرتی که با همسرمون بریم، یک مسافرت حالا 2 روزه 3 روزه با دوستامون بخوایم داشته باشیم. پس خیلی نسبت‌ها اینجا مهم هستن، برای اینکه ما داریم اولویتمون رو و رابطه عاطفی نزدیکمون رو با همسرمون قرار میدیم. نکته دوم، در این مسافرت ها چه فضایی وجود داره؟ اگه ما مسافرت رو برای دوری از همسر، برای فرار و به دست آوردن چیزایی که ناسالمه و ازدواجمون ضربه میزنه برای این انجام میدیم، مسلماً اون مسافرت سالمی نیست. ولی اگر مسافرت ما مسافرتی است، فرض کنید برای ورزش کردن با دوستامون، برای کوهنوردی، برای اتفاقات سالم ورزشی یا گفتگو و تبادل صحبت ها راجع به دنیا و جهان سیاست و هر آنچه که فکر میکنیم برای ما و دایره دوستامون مهمه، حالا اونجا میشه اون رو فهمید و میشه در واقع فضای رو برای این دوستی و این وقت قائل شد. نکته سومی که اینجا من میخوام بهش تاکید بکنم و اشاره بکنم اینه که بعد از این مسافرت ها چه اتفاقی میفته. اگر بعد از مسافرت شما میبینید که رابطتون با همسرتون ضعیفه، در واقع حوصله همدیگر رو ندارید، با کلن خشم و ناراحتی با همدیگه برخورد میکنید، مسلماً اون مسافرت ها مسافرت های سالمی نیستن، برای اینکه در واقع به جان که شما رو تازه بکنن، شما رو با یک تازگی جدیدی برگردن به رابطه، باعث خشم شما شدن و باعث ناراحتی، شاید شما به این مقایسه های رسیدید، شاید در واقع تو این گفتگوها یه سری مشکلاتی رو تو ازدواجتون پیدا کردید که حالا با خشم و ناراحتی برگشتید توش و اینجا خیلی اتفاق سالمی نیست. من ترجیح میدم که در واقع اگه نتیجه مسافرت ها اینطوری مسافرت ها انجام نشه، برای اینکه بازم میگم اولویت ما در زمانی که ما ازدواج کردیم رابطه بین زن و شوهر هستش. مسائل دیگه هم هست که میشه بهش فکر کرد، ولی من که کوتاه‌تر صحبت کرده باشم، گفتم شاید این 3 نکته بتونه کمک کنه توی مسافرت و برنامه‌ریزی برای مسافرت‌هایی که حالا چه زن چه مرد به صورت تنها میخواد داشته باشه. وقتتون بخیر.